آذربایجان به سربازانی که در افغانستان حضور داشتند جایزه می دهد. روسیه از طالبان برای نشست بین المللی در این کشور دعوت کردند. مسکو دو هفته دیگر میزبان نشست بین المللی در مورد افغانستان است. و در پایان، امیدوار کننده ترین رویداد امشب. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. لطفاً تا آخر ویدیو با ما باشید. رئیس جمهور آذربایجان با صدور حکم به آن دسته از سربازان این کشور که در افغانستان در قالب ماموریت ناتو حضور داشتند جایزه اعطا می‌کند. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان امروز پنجشنبه 15 میزان با صدور حکم برای آن دسته از سربازان وزارت دفاع این کشور که در قالب ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان حضور داشتند جایزه اعطا می‌کند. لازم به ذکر است که آذربایجان با 94 سرباز به شمول 2 انجینیر و 2 دکتر در قالب ماموریت ناتو از سال 1383 در افغانستان حضور داشت. روسیه از طالبان برای نشست بین المللی در این کشور دعوت کرد. نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته است که این کشور تا چند روز آینده میزبان یک نشست بین المللی با موضوع افغانستان است و از نمایندگان طالبان نیز برای اشتراک در این نشست دعوت کرده است. خبرگزاری رها زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان امروز پنجشنبه 15 میزان به خبرنگاران گفت که کشورش روز 20 اکتبر یعنی 28 میزان میزبان یک نشست بین المللی در مورد افغانستان است که نمایندگان طالبان نیز برای اشتراک در این نشست دعوت شده است. طالبان پس از تسلط بر افغانستان دولت موقت خود را در تاریخ 16 سنبله اعلام کرد که در آن هیچ عضو غیر طالبان حضور نداشت. تاکنون دولت موقت طالبان را هیچ کشور به رسمیت نشناخته است. روسیه نیز که میزبان برگزاری نشست بین المللی است، گروه طالبان را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. انتقال 8 زن دایشی با 23 کودک از سوریه به آلمان. تعداد از زنانی که به دلیل وابستگی به داعش از آلمان به سوریه و عراق رفته بودند، همراه با 23 کودک به آلمان بازگشتند. اکثر این زنان به محض ورود به فرودگاه فرانکفورت بازداشت شدند. این زنان که همگی تابعیت آلمان را دارند با 23 کودک بیشتر در زندان روش در شمال سوریه که در دست گروه های کرد است زندانی بودند. این افراد با یک پرواز چارتر نیمه شب چهارشنبه 6 اکتبر وارد فرودگاه فرانکفورت شدند. تعداد زیادی از آنها بلافاصله پس از خروج از هواپیما دستگیر شدند. در این پرواز 3 زن و 14 کودک با تابعیت دنمارکی نیز بودند که از سوی دولت دنمارک بازگردانده شدند. بنابر اعلام وزارت خارجه آلمان، این عملیات بازگشت از سوی آمریکا حمایت لوجستیکی شده است. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در این رابطه گفت: کودکان هیچ تقصیری ندارند و عملکرد درست این است که ما هر چی می توانیم برای زندگی در امنیت و موقعیت خوب برای آنها انجام دهیم. ماس در عین حال تصریح کرد که مادران این کودکان باید به دلیل اعمالشان پاسخگوی سیستم قضایی کیفری باشند. امیدوار کننده ترین خبر امشب. نظری، معاون و برخی از اعضای پارلمان فرانسه از جبهه مقاومت ملی حمایت کردند. خامه پرس علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان روز پنجشنبه 15 میزان با نشر تویت گفته است که معاون و برخی از اعضای پارلمان فرانسه حمایتشان از جبهه مقاومت ملی را اعلام کردند. اریک کیوت معاون رئیس پارلمان فرانسه در دیدار با علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی این حمایت را اعلام کردند. نظری گفته است آنها به شدت از مبارزه برای آزادی و دموکراسی در افغانستان حمایت کردند. طبق اعلام او در این دیدار که در پارلمان فرانسه انجام شده، معاون و 15 عضو مجلس نمایندگان فرانسه شرکت داشتند.
ارکیوت معاون پارلمان فرانسه با نشر تویت از دیدار با مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت افغانستان ابراز خرسندی کرده است. علی میثم نظری در این دیدارها با برخی از سناتوران فرانسوی نیز دیدار و گفتگو کرده است. به دنبال تسلط طالبان در افغانستان، جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در ولایت پنجشیر شکل گرفت و در حال حاضر به گونه پراگنده با نیروهای طالبان در پنجشیر، بغلان و برخی دیگر از ساحات کشور درگیر است. به نقل از فیسبوک رسمی ابو مسلم شیرزاد، ریگستانی پسا درگیری دیشب آنابه، می خواهیم فرماندهان طالب را هدف قرار داده و دشمن را راگم کنیم. پس از درگیری دیشب میان جبهه مقاومت ملی و طالبان در آنابه پنجشیر، اکنون نوار تصویری در اختیار آماج قرار گرفته که شمار از فرماندهان ارشد جبهه در آن دیده می شوند. رویدادهای مهم جهان، تجارت و تایوان، تنش میان امریکا و چین افزایش یافته از وی او ای دری. قصد سفید گفته است که قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با شی جینگ پینگ همتای چینیش در اواخر سال روان ملاقات مجازی داشته باشد. پیش از این جک سالوان مشاور امنیت ملی قصد سفید با یانگ چیجی همتای چینیش در زوریخ ملاقات کردند. تماس مقامهای عالی دو کشور در حال برقرار می شود که واشنگتن بیجنگ را به توقف اعمال فشار نظامی بر تایوان و نیز پایبندی به تعهدات تجارتیش ترغیب می کند. در چند روز گذشته چین کم از کم 150 پرواز جت جنگی را بر فراز حریم هوایی تایوان انجام داده است، اقدامی که هشدار ایالات متحده را در پی داشت. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با اشاره به پرواز جت‌های جنگی چین گفت این فعالیت بی‌ثبات کننده است، خطرات محاسبه نادرست را توأم است و احتمال برهم زدن صلح و ثبات منطقه را در پی دارد. تایوان خود را کشور مستقل می‌پندارد، اما چین آن را ولایت انشعابی خود می‌داند. فشارهای اخیر چین بر تایوان تنش موجود میان واشنگتن و بیجینگ را تنیده‌تر کرده است. تیموتی هیز، پژوهشگر ارشد در امور دفاع بین المللی در کانون پژوهشی ران، با اشاره به تنش آمریکا و چین گفت هرچند نگران کننده است، فکر نکنم خطر جنگ بلند باشد، فکر نکنم که نه چین و نه هم ایالات متحده علاقمند تحریک جنگ باشند. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدئوی بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدئوهای ما را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. روزتان خوش.